مرد حسابی، یارو سفید پوسته بهش میگی نورانیه، بعد میگی یارو از اولیاء اللهه، دریوری میگی دوش آبی یخ میگیری میگی نورانی شده، ذکر میگفته اونجا تو همون. عقل نداری تو، متکبر کروکوره، نمیبینه حقایقو، نمیشنوه درست. کبر چیزیه که تو رو زمین نگر میداره، نمیذاره پرواز کنی، نمیذاره ببینی، کورت میکنه، کرت میکنه. الله اکبر. نماز برای چی میخونی؟ برای اینکه نماز خونده باشی؟ آره، نماز برای نماز، روزه واسه روزه، حج واسه حج. عقل نداری تو. یک توهمی داریم از یه قابلمه آبداغ که قرار ما رو بندازن توش و میخوایم که تو اون قابلمه نیفتیم، برای همین از صبح گشنگی میکشه تا شب، شب هم میخوام بگه ببین اون که گفتیم ما انجام دادیم دیگه، ما قابلمه نمیریم. تو یقه ما هم چیزی قرار نیست بریزید، آستینامون هم چیزی نمیره داخلش، همینجوری میمونه. تموم شد رفت. اینجوری فکر میکنیم یه جوری تعریف شده دین، شما میتونی متدین باشی ولی آدم نباشی، مقید به دین باشی ولی آدم خوش اخلاقی نباشی. چون شما میتونی نماز بخونی، روزه بگیری، حج بدی، زکات بدی، فلان کنی ولی آدم نباشی، چون مطلب رو نگرفتن و حرف رو نفهمیدن. الان روزه میگیریم بد اخلاق هم هستی، بد دهن هم هستی، بد دل هم هستی. خب دیگه الان دیگه واقعا با روزه داره با خیلیاشون دیگه نمیشه حرف زد، الان حرف بزنی خونت گردن خودت، چون دیگه خون به مغزمون نمیرسه، قاطی میکنیم و به خودمون هم حق میدیم و باید الان مراعات روزه دارا رو بکنی، چون اعصاب نداره دیگه قاطی کرد. خب تو چجوری روزه میگیری که بعد میتونی توش بد اخلاق هم باشی؟ اصلا روزه واسه چی میگیری؟ لاغر شی، چربی بسوزونی، ثواب یعنی چی؟ ثواب مفهومش اینه. مشکل اینه که ما روزه میگیریم برای روزه گرفتن. خیلی برام عجیبه. شما میتونی یه نمازی بخونی درست باشه ولی قبول نشه. نماز میخونی میگه درسته، وضو گرفته باشه، رو به قبله وایساده، حمد و سوره‌ش هم درسته، مخارج حروف رو هم رعایت میکنه، حرف حلقی هم حلق میگه، لباسش هم غصبی نیست، مکانم غصبی نیست. الله اکبر. خب الان نماز تموم شد. خب میگه ممکن نمازت قبول نشه ولی درست بوده دیگه، بری و ذمه میشه دیگه شما. خب دیگه یعنی قیامت مثلا کاری باید نداره، میگه نماز خونده. نماز یا داره تو رو صعود میده یا سقوط میده. نیست که نماز خوندیم هیچی هم نشد، امکان نداره، امکان نداره. یک تعریف غلطی درست شده از عبادات. عبادت یعنی چی؟ ببین تعبد دیگه، عبادت، عبادت شیطان یعنی چی؟ یعنی کارهایی بکنیم در جهت رضایت شیطان. این معنیش نیست که سجده کنیم به شیطان، که یعنی در تصمیم گیری هاش در زندگی مسیر شیطان رو میره. یه پولی حرومه بخوریم میخوره، یه آبرویه میبره. عبادت شیطان یعنی تصمیم گرفتن طبق مرام و مسلک شیطان. معنیش نیست که سجده کنیم به شیطان. تعبد خدام همینه، عبادت خدام همینه. عبادت خدا یعنی شما کارهایی بکنی که مسیری باشه که خدا تعیین میکنه، رضایتی که خدا میخواد از انسان داشته باشه. خب این میشه همون. اما من نماز میخونم هیچ تبعیتی از خدا توش نیست، چون من اصلا هیچ رشدی نمیکنم، هیچی، فقط یه سری الفاظ عربیه توی قاعده ای وای میستم با یه لباسی و اینا رو ادا میکنم. الان خدا وکیلی کی روزه میگیره که غلبه کنه بر نفسش و جلوی گناه بایسته و انرژی پیدا بکنه برای انجام کارهای مثبت؟ الان کی روزه میگیره که به مکارم اخلاق نزدیک بشه؟ از سفره افطارمون معلومه که اصلا ما روزه رو فقط گشنگی میدونیم. 90% سر سفره افطار با دلدرد بلند میشیم، چون ترکیبی میزنیم خیلی خسته و خفن. آب یخو میره بالا، روش چای میخوره. زول بیا مثلا باید بخوریم. خب این چه، این چی نشون میده؟ این نشون میده هیچ چی نیست آقا. ما 16 ساعت گشنه ایم. یعنی روزه میگیریم واسه اینکه اونجا یه قابلمه آبداغ ما رو توش نندازن. ما زغال نریزن تو یقمون. نه، روزه قرار شد من از یه نقطه‌ای به یه نقطه‌ای برسونه، منو به یه تصمیم برسونه، قرار شد یه اتفاقی بیفته واسم. امروز با فرهنگ دینی که ما داریم میتونی آدم خوبی باشی ولی دین نداشته باشی. میگه فلانی میگه دینایمون نره ولی آدم قابل اطمینانی، آدم حسابیه. اگه آدم حسابی قابل اطمینانه یعنی دین داره دیگه، ولی میگه فلانی میگه خیلی آدم متدینانه قابل اعتماد نیست.
اصلا مؤمن یعنی کسی که تمام مخلوقات عالم از دستش در امانن. بعد تعریف ما از مؤمن یعنی کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، ولی ممکنه به آبرو احدی هم رحم نکنه، به ناموس کسی هم رحم نکنه، راهش هم پیدا میکنه، راه حلالشو بالاخره کاری میکنیم حلال میشه. حلال کردن که کاری نداره که، عین آب خوردن میشه، روزه گرفت چی چاخ شد، کاری نداره که، از اذون مغرب میخوری تا خود نماز صبح، این که کاری نداره که، حد شرعی میری بیرون میشی مسافر، میزنی به بدن، خب این که کاری نداره که، میشه روزه رم خورد رفت بیرون میگه من مسافرم، میخوره بعد میگه تو شهر، بعد زمستون که روزه تاش میگیری این تو رو به خدا نزدیک می کاری داره؟ یارو میرفت بیرون شهر نماز دو رکعتی بخونه ظهر، عقل نداری تو، ولی چرا بهش حال میده؟ چون نماز خاصیتی براش نداره که، دولا راست شدن ادای کلمات عربیه، میره یه جا که کمتر این کارو بکنه. این نشون میده که ما عبادت اصلا نفهمیدیم چیه. قرار است در ماه رمضان شما از یک نقطه‌ای به یک نقطه‌ای برسی، چه جوری روزه بگیرم که به اون کمال برسم؟ اصلا قرار به چی کمالی برسم؟ روزه قرار به من انرژی بده که من چیکار کنم؟ ذهنمون روزه است، ما الان ذهن ما اختلاسگر نیست؟ چرا ما اختلاس رو دوست داریم؟ فقط فرصتش پیش نمیاد. ذهن ما دوست نیست؟ چرا؟ ما دوزی رو دوست داریم، موقعیتش نمیاد. وگرنه اینه که دوزی فلانی خود مداج قایید شد آب عذاب داریم. ما ذهنمون اختلاسگر، دزد متجاوزه. ذهنمون به ناموس کسی رحم نمیکنه. اول طرف رد میشه 2000 تا چیز میاد تو ذهنش، حالا یکی به زبونم میاره، یکی مثل من به زبون نمیاره، اما مخ من خبر داری؟ ما مغزمون روزه است، ما نماز میخونه، ما آرمان هامون، آرزو هامون، قلبمون خاضعه، قلب ما نماز میخونه. اگر دین رو یه جوری تعریف کردی که بتونی آدم بدی باشی و دیندار باشی، یعنی دین داره اما غیبت میکنه، توجیه میکنه، کاری نداره که غیبت رو توجیه کرده، میگه ببین میخوام بهت بگم روشن بشی، من اصلا قصد ندارم غیبت کنم، بعدش رو نمیخوام، میخوام تو رو روشن کنم. اگه روزه میگیریم گرون فروشی هم میکنیم، روزه میگیریم و نمیتونیم گرون فروشی کنیم چون چیزی نداریم بفروشیم، ولی خوشمون میاد اگه بودیم، آرزوی گرون فروشی داریم. روزه میگیریم و اختلاس میکنیم، روزه میگیریم و آرزوی اختلاس داریم، روزه میگیریم و راندخاری میکنیم، روزه میگیریم و آرزوی راند داریم، کاش بابا منم وزیر بود بعد میترکوندم، حیف بابامون کاری هم نشه، شهیدم نشه، دو چرخه واس ما بیارن، حیف شد. کسی به خدا نزدیکتره که در رفتارهاش تصمیماتی میگیره که به رضایت خدا نزدیکتره، حتی اگه یه رکعت نماز تو عمرش نخونده باشه، این آدم قطعا به خدا نزدیکتر از اونیه که نماز میخونه اما تمام تصمیماتش به تصمیمات شیطان نزدیکه. فقط تنها فرقش با اینه که چهار تا کلمه عربی میگه دولاراست میشه، اون چهار تا کلمه رو نمیگه. من وقتی نماز بی خاصیت میخونم آبرو نمازو میبرم، یارو میگه اینا حاج آقا 40 ساله داره نماز میخونه، همون آدم گند دماغ به درد نخوره بددل چه میدونم چیزی که بود هست، این آب رو نمازو میبره. هیچ بی نمازی آب رو نمازو نمیبره، نماز خونه آب رو نمازو میبره، هیچ روزه خاری آب رو روزه رو نمیبره، روزه دارا آب رو روزه رو میبرن، هیچ بی دینی آب رو دین رو نمیبره، دین دارا آب رو دین رو میبرن. کدوم دیندار؟ دینداری که دین رو نفهمید، از دین یه پوسته درست کرده که میتونی تنت بکنی و میتونی غیبت کنی، تهمت بزنی، دروغ بگی، فحشا کنی، همه کاری میتونی، فقط کافیه یه جوری توجیش کنی. میام میشینم پای منبر فقط شعار میدن، مردم بدبخت عادی رو از آتش جهنم میترسونن، ولی خودشون حق و ناس رو میخورن، مال مردم و مال یتیم و فقیر و صغیر و کبیر رو دارن میخورن، اینا ملت ما رو بارد کردن، همه رو فروختن رو دارن میخورن. صدای ما در نیومد، 40 سال صبوری کردیم، الان 1 سال 2 سال شروع کردم، دیگه روز باشد جیبه‌های مردم رو دارن خالی میکنن، بازم صدامون به جایی نمیرسه. این جامعه لجن